جوان هستم در شبکه نسی اینجا بفهمین حالتون چطوره؟ عالی. خدا رو شکر. و حال من؟ عالی. مطمئنن. و حال خاندان تو خونه؟ عالی. بابت همش خدا رو شکر. خب ای خانم ها و ای آقایان، 400,000 کودک زیر 6 سال سوء تغذیه داشتن توسط وزارت بهداشت شناسایی شدن. 800,000 تا بودن. 800,000 تا 400,000 تاش پدر مادر امکانات مالی داشتن، فرهنگش رو نداشتن که باید بچه رو چگونه تغذیه بکنن. به اونا آموزش داده شد. از 400,000 تا بچه که پدر مادر شرایط مالی اصلا خوبی نداشتن، در حدی که بچه استخونه پاش کج شده، در حدی که بچه مقعدش هم اومده، یعنی امکان دفع نداشته، در حدی که بچه بینایش رو داره از دست میده، در حدی که بچه داره عقلش رو و رشد مغزش رو داره از دست میده. تمام اینا بچه های مملکتمونن، بچه های دنیا هن، بچه های ما هن. و هر کدوم اینا آسیب ببینن، حالا اگر زنده بمونن معلولیتی دوچارش میشن که بعدن گریبان خانواده و جامعه رو میگیره. یعنی بعدها ما باید هزینه های خیلی زیادی بدیم و بکنیم که این بچه ها مراقبت ازشون بشه. به غیر از این که یک خانواده رو هم کامل و خیلی جدی درگیر خودش میکنه. فصل دوم کمک کردیم با هم دیگه، پایان اواخر فصل دو بود، کمک کردیم با هم دیگه از این 400,000 بچه 300,000 تاشون از این مشکل رهایی پیدا کردن به کمک شما، وزارت بهداشت، کمیته امداد امام خمینی و یه سری مراکز و بنیاد دیگه. کمتر از 100,000 تا بچه موندن. لطفاً به سایت همسفره.ir تشریف ببرین، اونجا تمام اطلاعات وجود داره و اینکه چه جوری میشه کمک کرد. از خودمون، هر خانواده میتونه یه بچه مسئولیت غذای یک سال، دو سال یک بچه رو به عهده بگیره. عدد عجیب غریبی اصلا نمیشه. و اینکه تمام کارخانجات مواد غذایی، رستوران های بزرگ، 1% از درآمدشون رو یا سودشون رو میتونن اختصاص بدن برای این کمپین بزرگ که دیگه ایشالله هیچ بچه‌ای در این مملکت دچار آسیب به خاطر نخوردن غذای مناسب نشه. این خیلی نکته مهم و جدیه. ما باید بتونیم خانواده خودمون رو، یعنی ایران رو، ازش مراقبت درست بکنیم. بعد ایشالله انقدر بتونیم درست مدیریت بکنیم، به جاهای دیگه هم همینطور کمک بکنیم. اول خانواده خودمون رو دریابیم و خواهش میکنم که خیلی جدی با انگیزه تشریف برید تو این سایت و ببینید که چه کمکی میشه به این بچه ها کرد. کیا فکر میکنین برن تو سایت بررسی کنن از این جمع و ببینن چه کار میشه برای این بچه ها کرد؟ دمتون گرم. خب عالیه. شادی برنامه امشب رو تقدیم کیا کنیم؟ خوانندگان، منجمان. آها، منجمان، بچه‌ای که میخوان تازه به دنیا بیان. مانلی 4 ساله از سقز. مانلی 4 ساله از سقز رو هم در فهرست امشب اهدای شادی میگنجونیم. خب شما که تو استودیو، تا
تیزهوشان، نوزادهایی که در زندان متولد شدن. خیلی باحاله. خانواده که بچه غیر از بچه خونیشون رو به سرپرستی قبول کردن، کنکوری هایی که قبول نشدن. راست میگه، ما تا حالا به کنکوری ها توجه اینجوری کردیم، حالا اونایی که قبول نشدن. بگو یکی یه چیز داشت. چی؟ بچه های که تابستون باید برم عرصه. اینو گفتیم، همین چند شب پیشا گفتیم. آها این چه باحاله. بذاریم اینجوری بریم. مالری 4 ساله از سقز. خیلی ویژه. ای مانلی 4 ساله از سقز، حواست باشه. کسایی که حق به گردن ما دارن، هر کسی به هر شکلی، و ما مدیونشونیم. بچه هایی که توی زندان به دنیا اومدن، کنکوری هایی که قبول نشدن، به افتخارشون بالا میشه؟ به افتخارتون! خیلی بالیم. بفرمایین اونجا. 1 2 3 خنده من دوست تو میساز روز تو، 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 خنده ماشاءالله به شما. شما خیلی باحالی. به به. خانم آقایان، مسابقه قرعه کشی، مسابقه نه، قرعه کشی شبانمون رو، گردونه 100 میلیونی رو با هم دیگه می‌خوایم برگزار بکنیم. هر شب 5 نفر رو از توی این شماره ها می‌کشیم بیرون و اونها میان اینجوری، یعنی تو رو انتخاب کنم از این لاچ چجوری هستن. چند تا توضیح باید بدم. در خانه های زرد محصولات اسنووا وجود دارن، لباسشوی اکتا، اجاق گاز، LED 43 اینچ و ساید بای ساید هایپر. توی هر کدوم اونا بیفته شما صاحب اون محصول هستید. ولی من موقعی پیشنهادی به شما میدم، بهتون میگم که عددش هرچی که هست، قیمت ها رو الان بهتون میگم. 2 میلیون تومان، 1.5 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 6 میلیون تومان. اون موقع بهتون میگم که نصف قیمت ارزش خود محصول رو بگیرید از من و یه دور دیگه بچرخونید. میتونید بگید میکنم این کارو، نمیکنم این کارو. اگه میکنین این کارو یه دور دیگه میچرخونید. اگه دوباره تو خودش بیفته، همون محصول رو گرفتین، همون نصف قیمتی که اول بهتون پیشنهاد دادم رو هم گرفتین. ولی اگه تو هر چیز دیگه بیفته، دیگه فقط همون نصف قیمت رو گرفتی. میتونم بگین نه نمیخوام، ممنون، خداحافظ، محصول ور میدارم میبرین خونتون، رو کول خودتونم میذارین، تو هیچ ماشینی نمیذارین بذارین، محصول رو کول تا خونه. خب بقیهش دیگه مشخص روش نوشته شده. 2 تا خونه سیاه هم وجود داره، یکی با نشان آبی اسنووا، یکی با نشان سبزش. اگر ابتدا بیفته تو خونه سیاه با نشان آبی، من به شما میگم که 1 میلیون بگیر برو بشین. میتونی بگی باشه، 1 میلیون میگیری میری میشینی. میتونی بگی نباشه، یه دور دیگه میچرخونم. 1 میلیون نمیگیری، دفعه دوم که چرخوندی اگه تو آبیه بود بیفته تو سبزه، 100 میلیون تومان جایزه رو نقد میگیری. لا 100 میلیون تومان. خب ولی اگه باز هر جای دیگه بیفته شما چه اتفاق براتون میفته؟ یعنی هیچی. ولی اگر دوباره تو خودش اگر بیفته، 1 میلیون تومان بهتون میدیم دوباره تو خودش. برعکسش هم هست دیگه، یعنی اگر تو سبز افتاده باشه بعد تو آبیه، با همون ماجرا
شماره 34. مامان مانلی از سقز. اول سلام، یه جمله برای خود مانلی بگو. مانلی گندیمو زر خوشحالم بینیم. سب کن اونجا. خب بگو. سلام مانلی گند، خوشحالم که ام بینی. خوشحالم که منو میبینی؟ اینو گفتین؟ چه قشنگ. مانلی جان خوشحالم که منو میبینی. چه قشنگ. یه چیزی بگی منم بهش بگم. مانلی گند. زور خوشتم گرکا. یا خدا. بگو. زور خوشتم گرکا. مانلی گند زور خوشتم گرکا. آره؟ خب یعنی چی اون وقت من الان به مانلی چی گفتم؟ مانلی خیلی دوست دارم. یه بار بگین. مانلی زور خوشتم گرکا. زور خوشتم گرکا. خیلی خوب. خانم مامان مانلی آماده این؟ بله. خودتون رو معرفی میکنین؟ ماریا سلطانی هستم. خانم ماریا سلطانی آماده. یک دو سه برو. بای 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 بای. شما صاحب یک تبلت 8 اینچی شدید. مبارکه. تقدیم به مانلی جان. مبارکه. ای چه بچه چه جالب. شماره 35. بابای مانلی. عمه مانلی و شوهر عمه مانلی. دست خودت بیا. خودتو معرفی کن. فردین محمد خانی هستم. فردین محمد. تو کرد نیستی؟ بگی بالا. من نه تهرانی هم. تو تهرانی. آماده ای؟ برو بریم. یک دو که اگه حرف زدی. سه. بلیت موزه برای 4 نفر. مخلصم. بابا بزرگ مانلی. بعد آخر سر معلوم میشه همه شما فقط فامیل مانلی. از همه فامیل مانلی امشب اینجا. شماره 49. محمد جواد تهرانی هستم. محمد جواد تهرانی حالت چطوره؟ یه ذره جدی و اینایی تو نه؟ بله. بفرمایید. یک دو سه. چه لحظه هیجان انگیزی. خب آقای تهرانی، 1,000,000 تومان میگیری، بدو بدو عین خرگوش میده بیری اونجا میشینی. بله همین کارو میکنی. بله همین کارو. ای جایزه 100,000,000 رو من فکر کرده بودم قبلا بهش. قبلا فکرت کرده بودی؟ خداحافظ. یک دو سه چی؟ 60. چرا شمردم اصلا بی خودی؟ بریم بیاین. 67. یک دو سه. این چی بود اصلا؟ خانم خودتون معرفی کنید. الهام زارعی هستم. الهام زارعی چه خبر؟ سلامتی. چی کار میکنین؟ هیچی، دانشگاه میرم. چی؟ معماری. اوه عالی. کجا؟ تهران. تبریک میگم. ممنون. انشالله معمار بسیار خوبی بشوید. آمدی؟ بله. فکر میکنی چی گیرت بیاد؟ نمیدونم. حدست چی؟ چی به دلت افتاده؟ ایشالله 100,000,000. ایشالله گیرت بیاد. یک دو سه. تبلت 7 اینچ. مرسی. مبارکتون.
و شماره سه رقمی 37 مسلمه اسدپور هستم. آیا اسدپور خوبی؟ سلامت مخلصی. بریم 1 2 3 بیا آواز بخون. اگر آواز بخونی همه رأی بدن بهت، 200,000 تومان جایزه میگیری. اگر نمیتونی آواز بخونی یه نفر انتخاب بکن جای تو آواز بخونه، صدشو تو بردار، اگه بقیه رأی دادن صدشون برمیدار. یکی انتخاب میکنم اگه بخواد. چرا؟ این بلد نیستم. ای بابا هیچی؟ هیچی. برو بگی هرکی بلده دست شو بر با. اون کوچولو. سلام آقا. سلام. حالتون چطوره؟ فرمان. اسمتون؟ عباس خانی. عباس خانی. آماده ای؟ برو بریم. 1 2 3 دستم تو دست یاره، قلبم چه بیقراره، به 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 چی میشه امشب، بارون اگر بباره، چشمای رانت یه چتر خیس و دریا کنار و فرسه های عاشقانه، ظلم میزنم به چشمای مست، سر روی شونت میگذارم بی بهانه، میخوامت خانومم با عشقت، آرومه آرومه آرومم. خیلی ممنون. مامانش آهنگای مناسب تر سن ایشون هم هست در بازار موسیقی، آهنگای مناسب سن ایشون وجود دارن، اب نداره. حالا خب آقای عباس خانی و آقای اسدپور. آقای اسدپور رای بدین. به به، مبارکه. سپاس سپاس، مبارکه. بریم بیایم، برویم و بیاییم. جشنواره استثنایی رو از دست ندید. جشنواره استثنایی اسنوا رو از دست ندید. این طراحی و جوایز همچنان که هر شب داریم میگیم، یادآوری میکنم که اسنوا انجام داده، مجموعه اتاق فکر اسنوا، و باحال هم است، خیلی هم هیجان انگیزه و تبدیل شده به یکی از بخشای هیجان انگیز خندوانه. بریم بیاییم. آماده؟ 1 2 تو این جشنواره حواستون باشه 1,000,000 تومان جایزه است. اقساطی هم میتونین تهیه کنین، 36 ماه، و همه محصولاتش رو میتونین با هم بخرین، تک محصول هم میتونین بخرید، فوق العاده. بریم بیاییم. 1 2 3 بریم بیاییم. حالتون چطوره؟ عالی. خیلی شله. حالتون چطوره؟ عالی. این عالیه، انرژی بدین. دعوت میکنم از اولین گروه شرکت کننده مسابقه ادابازی امشب، و این گروه گروهی نیست به غیر از گروه جویندگان طلا. بفرمین حلفا. سلام. سلام. ما برنده ایم. حتما. منم سلام. سلام. انرژی مثبت بهمون بدین. حتما. مرسی. شما همینجوری یا واقعا آسیب؟ آره داشتم غذا می‌خوردم. یو تریلی رو.
آره بعد همین الان پلاتین گذاشتم اومدم دیگه برسونم خودمو به بازی. چقدر دوستتون دارم. چقدر این چه وجدانی. بابا قبل بازی زدم مصدومم کردن. کدوم نامردین کاری کرد؟ تیم مقابل. وای اونا باید بالاخره یه تاوان اینو پس بدن. تلاش باید پس بدن. آماده بشید. خیلی خب بفرمایید که تمریناتتون چطور بوده؟ افتضاح. برای که این سر فیلم برداری بود تا شب شبم هم میرفتم تئاتر تا یک نصف بودیم برای اما اومدیم به داهه که بریم ان شاء الله که موفق بشیم. یه بار تجربه همگروهی با هم دیگه رو تو این بازی داریم. بله آره اون به همون کمک میکنه. اون به همون خیلی کمک میکنه. تکیه کردیم روی همون. بفرمایید کدوم بر میشیم؟ بفرمایید این بر کدوم امتیاز اولی هم هست. بله آره تا قبل از اینکه اونا بیان قبلش یه امتیاز میدیم به یه تیمی که خیلی لبنتره دیگه. به کدوم تیم میدین؟ مرسی. بابا تو رو خواهی یه صفرا برو ببینم چه داری. بیا یه صفرا برو. نه الان بدون اون باشه. اما یه سجا دیدی واقعا هیچیشون نیست همین دیدو دارم؟ آره خیلی هم خوبه. آره آیه چی بوده این؟ افه چی بوده؟ نمیدونم. مثل چتر اصلا. مثل چتر دکمه سراسی. مثل آره، که آره. ما جنتلمن هم. دعوت میکنم از گروه بعدی امشب مسابقه ادابازی. و اون گروه گروهی نیست به غیر از گروه لبخنده. سلام. 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 حالتون چطوره؟ عالی. ما هم خوبی. بفرمایید. سلام. سلام. امیدوارم که عالی باشین، ما رو دوست داشته باشین. ما میبریم. ولی کند گفتن حتما. ما میبریم. دیگه جواب نمیده. تمرین که تمارز میکنن ما جوابی براشون نداریم. تمارز نه اون دلبریش بود. بفرمایید که اوضاع تمرین عالی. نه واقعا اردو تدارکاتی دیگه. ما یه سر آلمان رفتیم. ببین پویا خونش چسبیده به اینجاست. خب واقعا پویا اینا خونشون چسبیده به همین بغله همینجاست. یعنی اینجوری از پنجره اینا با هم تمرین میکردن. من تو حیاط وای میسادم. آقا دوربین مداربسته دارین چک کنین. من الان رفتم اتاق نویسندگان دیدم این قرنطینه سوالات کنکور میمونه. هیچکی حق ورود نداره. آره. یه سری پاکته و اینها. آره. چک کنید خونش نزدیک بوده شاید شبیه این اسمشه. چرا؟ من یه بار دیدم از این چشمنده تدابیر جدی امنیتی ما در نظر گرفته بودیم. آره. بفرمین آقای متشکرم. خب دست زدن یارو بود. خیلی آماده این عزیزان 3 دقیقه باید با هم کلکل کنین دربری کنین شوخی کنین ماجرا بگین 3 دقیقه و پایان این 3 دقیقه تماشاچی که تو استودیو حضور داره و اینجا هستیم رأی خواهد داد که کدوم گروه باحال تره و اون گروه یک امتیاز میگیره و با یک امتیاز وارد بازی میشه و شروع کننده مسابقه میشه. آماده 1 2 3 من سه دقیقه هم اینجوری میشینم وقت سحر شهزاده ای زرین کمر نشست بر اسب سفید میومد از کوه و کمن میرفت و آتش به دلم میزد میرفت و آتش به دلم میزد نگاه ببین مسابقه لباهنگ نیست مسابقه فانتومه کاشی دلم رسوا بشه پیدا بشه اون که اومد به خوابم
روزی که بختم باز بشه شیدا بشه این دو چشم پرآبم شهزاده رویای من شاید توی نمیپرسی چی شده؟ به تو هم تو قبل داره میدرده اون کسی سرخواب من آید توی تو از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از قصد بردم هر روز و هر شب در انتظارم به خدا همه کاشکی دلم رسوا بشه پیدا بشه اون دو چشم برادم روزی که بختم باز بشه شیدا بشه این دو چشم برادم شهزاده مهرای من شاید تویی بخوری اون کس که شب در خواب من آید تویی تو از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم به خدا نه دست نداره آفرین 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 جنس صدا تو دوست دارم شب مهتابیه فقط یه مقدار رو تحریرات کار بکن بله بله آره ایشالله که مرحله بعدی میبینمت نیستی ببین شما. انقدر ترسیدن از بحث و گفتگو رفت که کل وقت رو ببره بله. رو اسب سفر و چه دقیقه خون یه آهنگی گوش بدیم و دل نواز باشه و همه لذت ببرم طراحی عجیبی بود و خیلی کل وقت از شما ممنونم که وقت دادیم 3 دقیقه رو ایشون آواز کنم آتیش باره ها لطفا آقای شاه حسین بتشریف بیارید پس من تا اونجا شما از اونجا به این بر کسایی که به گروه اول اونا رو دیگه کل وقت اونا کسایی که به گروه لبخنده رای میدن دست بالا به هر دو تا گروه میتونین رای بدین 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 اونو شمرده این 41 41 42 83 120 نفر در اینجا حضور دارن خب حالا به گروه جویندگان طلا رای بدید بالا 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 دست بالا دست بالا دست بالا بالا بیا کن همه دست بالا دست بالا شوخی ندارم بالا 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 ببینم بالا بالا دست بالا دست بالا دست بالا اینجا زوره ها شوخی پوخی نداریم بالا ببینم دستا اگه ببریم بالا من یه خونمون مورچه داره رو براتون میخورم 46 47 48 49 55 55 52 53 54 55 52 وا حالا شمو کردم ولی واقعا دانیال واقعا متشکرم بیا یه دهن دیگه بخون بیا دهن دیگه بخون تا شب برو حالا آباد ولی تلاش کردم این خوبه این مهم بود عالی بود دانی هیچ کاری نکرد مردم واقعا دیگه ببین تاکتیک جواب آره هستن ولی خیلی همه چی خیلی باحال بود شب عجیبی شده از 120 نفر 83 نفر به شما رای دادن 108 نفر به شما با زور تفنگ با زور تفنگ آه من تفنگ دارم تفنگ میبینی آقا اینا این اشاره محبت من بود به این شکل خب عزیزان بریم به بریم برگردیم و مسابقه رو به شکل رسمی شروع کنیم 1, 2, 3 ایلیا موسیقی
جویندگان طلا، جویندگان طلا. سلام علیکم. شما هیچ کاری نکردین. آخه احتیاجی نیست. باید این چی باشه؟ با کلاس. بفرمایید آقای اون لبخند. بیا یه دور دیگه بخون قشنگ واسه ما شب‌های گلبندک رو بخون. از اینجا گروه جویندگان طلا خیلی با قدرت شروع کرده. بدون اینکه کاری بکنه. همونجوری که بدون اینکه کاری بکنه واقعا امتیاز گرفت. این نکتهشه. بدون اینکه کاری بکنی. گروه لبخنده خوبین؟ چقدر تمرین کردین؟ تمرین کردیم به مقدار کافی. خب حالا به ما بگین چه نشونها و کدهایی رو با هم گذاشتیم؟ یه سری کدهایی گذاشتیم به هم که حالا توی مسابقه میبینیم. یه دو سه تاشو مثلا به ما نمونه به ما نشون. مثلا اینجا ایران، خارج. و مثلا بزرگ حیوان رو چجوری نشون میدیم؟ حشره باشه مثلا. درنده باشه، حیوان عادی باشه. اینقدر به جزئیات پرداختیم. جزئیات بله، به جزئیات پرداختیم. گفتم اردو تدارکاتی بودن همینه. بله بله، شما آلمان بودین، آلمان کجا بود؟ او از الان انقدر دشمنی ها شروع شده و رقابت جدی شده. ایرادی نداره عزیز من. ما همینجوری که بنال اول دلی اومدیم الباقیش هم دلی میریم. شما چه کد هایی گذاشتین آقای نادری؟ ما متاسفانه فرصت آنچنانی نداشتیم برای هماهنگی اینها. حالا اون یه ذره ای که بخش همون یه ذره ای که بخش فرصتی بهشون نمیدیم که ای بابا خیلی بله قبوله. همون یه ذره ای که همون یه بار با هم ادوازه مسابقه رفتیم. مثلا شما میخواید که حیوانو نشون بدید. مثلا همین آواز خوندنتونه ها نتیجه معکوس داره واسه تون. حالا برو. حالا برو. مثلا نگران نباشید. ما میبریم با قدرت و زیاد. باشه. با محکم. خیلی خوشحال شدم با تو تماس میگیرم. با شما هم تماس میگیریم. پول با انسان ها چیکار میکنید؟ چه قرارایی گذاشتین با هم؟ با انسان ها چیکار؟ دو تاشو به ما بگید. این یعنی دریا خارج میشه. خارج میشه. قدیم این داخل میشه. این قدیم هم میشه در این اندازه ما رسیدیم که کد بذاریم. الان قدیم و خارج با هم شبیه نه اشتباه. این از یک انگشت استفاده میشه اون از کف دست. ببین چقدر ما دقیق چقدر آره به ظاهر به جزئیات پرداخت. بله الان اینو بازی کنین ببینیم که چی برای هم یه چیزی بازی کنیم. من حدس بزنم سفینه فضایی هلیکوپتر پنکه پنکه صفری. تقلب کردین آقای امیرفضلی؟ چه تقلبی کرد؟ دیگه این دیگه اینا رو بلا 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 دور سقف. آقا اینجوری حالا شما حالا شما بیا من یه چیزی به شما بگم. پنگه سختی ببینیم چی کار میکنین جویندگان طلا. آره ما میریم ما طلا رو پیدا میکنیم. ببینیم طلا تو مشت ماست. بفرمایید مشت ما. خب الان آقای امینی میخوان بازی کنن این موضوع رو. شیر ترس خرس قوی شما تشبیه دو تیکه است جمعه کلمه اول یه آدمی مجری هستی موزه آدم مجموع. آقا وقتتون تموم شد دیگه چقدر دیگه حسن مجموع. ببین شما هنوز کار داریم. بفرمایید بریشون مفهم باشید. مرحله اول مسابقه امشب ادابازی توسط دو گروه جویندگان طلا و لبخنده آغاز میشه. قبلش فقط این توضیح رو بدم راجع به 7-80 که دو هفته مونده به روز موعود قرعه کشی 500 میلیون تومان برای یه نفر. اون 500 میلیون تومانی که گیره یه نفر میاد توی قرعه کشی و این دو هفته زمان کمیه و در این حال زمان قابل توجهی برای اینکه بتونین امتیاز جمع بکنین.
همین الان وردارین قبض پرداخت بکنین، قبض عادی، قبض برق فلان گاز پرداخت کن، 4 تا شانس بهتون میدون، ریالی هم اضافه تر پرداخت نمیکنی، جمع میشه برای 500 میلیون تومان بجنبید. آها رویاتو بساز، کمپین رویاتو بسازم که یادتونه با هم دیگه تعریفش کردیم، یه عکس از رویاتون، یه نقاشی از رویاتون، یه تصویر از رویاتون که دلتون میخواد داشته باشین به دستش بیارین، شاید بشه با این 500 میلیون تومان به اون رسید، بذارین توی صفحه اجتماعیتون با هشتگ رویاتو بساز و توی هفته بیشترین لایکی که بخوره، هر صفحه یا هر پست بیشترین لایکی که بخوره یک گوشی خیلی خفن درست حسابی گرون قیمت تقدیمش میشه. شما الان اینجا کسی که امتیاز 1 رو گرفته بله. شروع کننده بازیه. من اول خطاها رو خدمتون بگم، در جریان این همتون، ولی لازمه که یک بار دیگه براتون بگم، لب زدن خطاست. اگر مثلا پشت میکروفون قرار بگیرین بازی اینو بکنین، چون میکروفونه یعنی دلیلی برای لب زدن وجود داره یا یه چیزی از این دست، ایراد نداره، به شرطی که توی اون ادای لب زدن ما متوجه نشیم یه کلمه ای رو دارین میرسونیم، شیطنت نکنیم. در غیر این صورت خطاست. اشاره مستقیم به چیزی، به جایی خطاست. شما باید احساس کنین که یا فکر کنید که توی خلاء واسطادین دارین اجرا میکنین، به اندام میتونی؟ خودتون میتونین اشاره کنین، دماغ، دست، گوش، بدن. تبدیل کردن بازی به 20 سوالی، با اولین حرکت یارتون شروع میکنه حد زدن، شما فقط وامیستین میگین آره نه این نه این یه زندگی نه، باید بازیتون رو ادامه بدین. لحظاتی میشه بیستید ولی بازیتون رو ادامه بدید. بله. زمانی که گروه داره اجرا میکنه، گروه مقابل نباید حواس پرتی ایجاد بکنه. اینا خطاست. خطای اول، اولین خطایی که ازتون ببینیم به شکل رسمی بهتون اخطار میدیم. دومین خطا یه امتیاز کم میشه. سومین خطا 2 امتیاز کم میشه و از اینجا بعد دیگه فقط 2 امتیاز کم میشه. هی 2 امتیاز 2 امتیاز کم میشه. بله. ممکنه تاش منفی هم در بیاد. یعنی دیگه بعیده دیگه اینقدر دیگه. نه آخه ما اصرار داریم علکی. 9 تا دسته‌بندی داریم. به هر دسته‌بندی که ورود می‌کنید فقط یک بار میتونید از یک امتیازش بردارید. یعنی اگر فیلم و سینما میایین یه بار اینو برداشتین، دفعه دیگه بعد بین اینا، دفعه بعدیش یه فقط یک. پس میشه مثلا ما 10 بار مثلا نه دیگه 3 بار دیگه. حالا 3 بار میشه. چون 3 تا سبده. 5 باره ما 3 بارشون، آخه یه بار قانون گذاشته بود اگر ما مشایی رو برداشتیم دیگه نمیتونیم بله. اون بر اون مال مسابقات دم دستی بود، ولی این قانون جزء قوانین مرحله دوممونه. یعنی هر گروهی که امشب برنده بشه به مرحله بعد بره، این جزء قوانین اون دور است. آره. الان پس میتونیم دوبار برداریم؟ آره آره. الان 3 بارم میتونید به یک دستبندی ورود بکنید، ولی دیگه فقط امتیازش رو باید رعایت بکنید. 1-2-3 امتیاز دیگه، همه چی رو میدونین راجبش چی؟ امتیازش باید متفاوت باشه. بله. بله. باشه. تموم شد. ممتاز. تاکتیک در لحظه چیدیم. آماده؟ گروه جویندگان طلا شروع میکنه. اول کی؟ هر گروه هم 6 بار اجازه اجرا داره. یعنی هر کدومتون 3 بار اجرا خواهید کرد. 3 بار 3 بار 3 بار 3 بار. چرا؟ نه شبک. کی میاد؟ من خودمون. من. به افتخار ارجنگ امیر فضلی. چه بندیم؟ ها؟ چه بندیم؟ خوراک. خوراکی 2 امتیازی. نه نه ها. تو برو ابنیه بردار. اماکن رو گردشگر. اماکن 3 بردار. اوه اوه سه؟ ما همچون آدم هایی هستیم. آماده؟ اماکن و گردشگری 3 امتیازی. 1 ارجنگ حاضری؟ 1-2-3 داخلیه؟ تا اول داخلیه، ایرانیه، اینجاست. خب تاق بستان. وا رویشون چسبید به کف زمین. نمت کم، خیلی عالی بود، فوق العاده بودی.
عزیزم سعی کنید یکیتون بیاد. خب کدوم؟ آقای جوان 48 ثانیه زمان. آها معذرت میخوام، اصلا همه چی یادم رفت. واه عالی شد، بفرمایید. ورزش سه امتیازی. خیلی هم ورزشکارن جفتشون به خدا. یک دو سه رنگ. خوش فوتباله، دو تا تیمن تو ایرانن، یه تیمه، یه تیم تو ایرانه. بازی کنی تو؟ رنگ تکواندوه، فوتباله، تیم فوتباله، تیم فوتباله. داوره زمین فوتباله. اسم ورزشه، اسم بازیکنه، اسم تیمه. شهرآورد. خب وقتی میگه تیم فوتباله بگو آره بابا که برسی از این به اون. تو وقتی میگه تیم فوتبال میگی نه داور، ببین ذهنش داره هی میره جایی بی رفت. آقای داور خواهش می‌کنم راهنماییشون نکن، بذارید در همون جهلشون ببینن. نه غلط راهنمایی می‌کنی. شهرآور یعنی شهرآور. دربی 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 چه؟ ما اصلا ورزشی نمی‌ریم. ما اصلا ورزش خدا ورزش ورزش می‌تونم، من می‌تونم. حالم بد شد. نه دانیا جون مرحله به مرحله کمکش کن. ببین میگه فوتباله، تو میگه آره، بعد به اینجوری میکنی، بعد میگه تیمه، میگی نه، بعد میگه خب داوره، بعد تو میگی نه. ببین هی داره هی داری دورتر شد، انقدر که آخر سر گفت تکواندوه. ببین چی میگم، جهتش یه حدود بده بتونه از اون ورود بکنه. تیم آره کدوم، حالا میگه کدوم تیمه میتونه پیداش بکنه. ببخشید بفرمایید. خواهش میکنم. من مجبورم همیشه در نقش مربی کوچینگ بود ان شاء الله. راست میگه آره، اصلا من اینجا باشم. داور دقت کن، من درست حق با توئه. هرس بخورم. بگو محمد با رامبو اومدم پس آروم سر فرصت ها گلم نکن. خوراکی سه رفتید؟ خوراکی سه نرفتی؟ سه رفتیم دیگه. اون اماکن بود. آها معذرت میخوام، اصلا کسی خوراکی برام. خوراکی سه یه دقیقه اصلا بود؟ بله محمد برم. بله بله. یک دو سه دسره. نوشیدنی آبه. یه بار درست توضیح بده. از سوی یخچال در میاری. خب فالوده، فالوده فالوده چی؟ فالوده، فالوده یخی، فالوده شیرازی. با لب زدا. چرا اینجوری میگی؟ لب زدی. نه به چیز اسمو که نرسوندن که لب زدی. نه ببین رو هوا گفتم شیرازی رو ها. چیکار کنم؟ این چی؟ این شیراز. مثلا نقشه ایران رو بدم و بعدش هم برسم به شیراز. اون نقشه شیراز میشه. نقشه ایران شبیه قلب کشیدی ولی. آره میگم این چیه؟ خب گفتین دیگه چطوره؟ گفتیم آره. ببرمین آشو با چنده؟ زمان؟ 10 ثانیه. 10 ثانیه ذخیره کردیم. عزیزم لب زدید، اختار بهتون میدم. آقا این دهنبند ما کو؟ قرار بود برام پوزبند بیارن. اینا اینا آره بده. آره دیگه برام پوزبند بدیم بهشون. بیا همین الان. آره بده آقا بده. چرا که نه؟ بده حسین قرت بود. والا یه یار گرفتم. با مشقت امتیاز بگیریم با فرت کم شه. من اصلا برای حد زدنم هم میتونم زدم.
اصلا نمیبینه. بریم. چی برمیدارید پویا جون؟ اماکن و گردشگری. اماکن سه امتیازی. بله؟ درست نبود. ببینیم. ببینیم. آماده؟ اماکن سه امتیازی. یک، دو، سه. ایرانه. دو بخش ایرانه. بخش اول. دریاه. ساحله. کوچیکه. دریاچه. دریاچه. رودخونه است. خب. سده. سد لطیان. خب سد. سد تو ایران. سد کرج. عصبانی به بارسلونا که گل نزدی چه به خدا شما بارسلونایی عزیزم ما هم رئال بتیس شما رئال زاراگوزا منم زمان ذخیره شده 37 ثانیه آفرین آشپزی آدم نه 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 سلام علیکم سب کن تمام صورت تو پوشوندی برادر من نه فقط دهن رو بپوشون دیگه بذار چی برمیداری؟ ابنیه میخوای بردار ابنیه دو بردار فعلا چون سه رو برداشتیم دیگه اماکن گردشگری سه رو رفتین حالا دو و یک رو میتونیم بریم دو رو برو دو رو برم؟ آره میخوای همه رو سه بریم که نمیشه آخه دیگه سه رو یه بار رفتیم دیگه آماده؟ آرش حسین یک دو سه داخلیه ها اسم شهره جنوبه شمال لاهیجان ماسوله آفره بریم زمان 26 ثانیه چی؟ مشاهیر سه امتیازی او. یک دو سه رانیه بابا طاهر اوریان باریکلا بابا طاهر اوریان چجوری؟ توته این همه دوستا تمرینش داده چجوری؟ آفری تدارکاتی میگم همینه دیگه 60 ثانیه اضافه اومد زمان ذخیره شده 53 ثانیه باری کلا بگم چه با حال همونی که تمرین کردی تو چیز اصلا ولی تمرین کردی؟ من منطقه برعکس بود من تو یا اجرا که برای من خب نوبت ماست محمد چی شد؟ الان تموم نشد نکرد نه دیگه هر گروه 6 بار 6 باره؟ اونو میره خوراکی دو امتیازی آماده یک دو سه بادوم اولیه دومیه خلال بادوم آفره چی انتخاب کردی؟ خوراکی دو امتیازی انتخاب کردی؟ نمیدونم خوراکی دو امتیازی ماسک زدم منو میشناسین؟ خوراکی دو امتیازی برداشتی؟ آره الان آره زمان ذخیره شده؟ 47 ثانیه بچه آفرین عالی هستین همتون
هر دو گروه جدی گفتش که فینال زودرسه واقعا خیلی خوبه. میدونستم با کی طرفم. نکش. اماکن دو امتیازی. اوه یک دو سه دو حرف ایرانه اینجا تهرانه تهران هست دروازه هست استادیوم آزادی استادیوم تختی دروازه دروازه شمرون دروازه اجرا کن دروازه قزوین یه شخص سرداره برو اجرا کن تویا دروازه دولت آفرین خوشیمون بازم فکرم دروازه قزوین ها اینه چه اونه پاره ستونه ستونه؟ آره یه سه ستون دورش اینجوری داره خود دروازه دولت هیچی نداری که اصلا آدم بازیش کنه یکی بود زمان ذخیره 13 ثانیه 13 چی شو؟ احزارم دولت چجوری هستم از این رفتی؟ دور پنجمتون رو بازی میکنید هر گروه دو بار اجرا داره گفتی چی علمی سه رسیدم تو اینجا یادم را علمی سه علمی؟ بزا وای علمی سه امتیازی یک دو سه بازی کن جا آس سینی قاب سینی برده کامپیوتر لب سفینه فضایی از اول نور دوامیه نور بیبر نوری آفری سفینه فضایی بکرم از آسمون داره اینجوری سینی و تشبه اینم دیگر حال بده دارم خیلی نمت دیگرم بابا یه ذره امتیاز هم نمون واسه همون بابا سه امتیازی بود آره زمان 8 ثانیه لبشون نه لب نزن عزیزم مراقبت بکنید یادم رفت نه خیلی خوب لب اصلا میبندم دیگه تا آخر کار من حواسم بود ولی لب نزدید فقط دمشون آقا ما دیگه بستیم دیگه دم دهان خودمونو بستیم دم دهان همه بسته شد چی بر میدارید؟ ورزش دو امتیاز اون وسط ورده دقیق ورزش دو رو رفته بودین یا سه رو رفته بودین؟ ورزش سه رفته بود ببینم یه کسی در آوردی یک دو سه اسکی پاور بورد بورد اسکی چوب اسکی مارپیچ اسکیت جواب بده اسکی روی یخ اسکی روی برف بورد اسکی تخته اسکی چوب اسکی مار بورد اسکی اسنوبورد حتما باید انگلیسی رو بگی
زمان ذخیره شده 20 ثانیه. آقا تخته اسکی رو گفتیم ما جلوتر. چی رو؟ تخته اسکی همون میشه اسکی. اسنوبورد رو باید بگید. واژه‌ای که اون تو نوشته شده. مرسی. خب آخرین اجرای هر گروه در این مرحله. نه من باید بیام. بذار اینم برد. چی برمی‌داری؟ چی بردارم؟ چی بردارم؟ 20 ثانیه مونده بود. 20 برداری. 20 ثانیه ذخیره. عمومی بردار. عمومی سه برداری که نهتش می بازیم دیگه. تمام فلاش رو میکنم ککا. امیدوارم که این شانسمون هم خوب بشه. آه ببخش. یا رسول الله. یا رسول الله. یا رسول الله. صبر کن یه لحظه من فکر بکنم. باشه باشه باشه. یه کم فکر کنم. گذاشت بریم. آماده ای؟ یک، دو، سه. پرونده است. پرونده مال قدیمه. مال زمان از سهجره. پرونده است مال اون زمانه. خب. سیمار. سیمار. پرنده است مثل سیمرغه تو مایه های سیمرغه. خب از اول همه رو بریز دور از اول بگو. خب نه فهمیدم. ققنوس. ققنوس؟ ققنوس مگه داری؟ چی رو از یعنی چی؟ باز بلند شه. مال گذشته هاست. نه نه فهمیدم. گروه لبخنده آخرین اجرای امشب. خوراکی سه امتیازی. یک، دو، سه. ماست، دسره، کنار غذاه، یه نوع کنار غذاه. یه دونه میریزه رو برنج، خورشته. خب، خورشته چی؟ خورشته قیمه، خورشته آلو اسفناج، خورشته قرمه سبزی، خورشته بادمجون چی چیه؟ خورشته؟ درست دارم میگم؟ اصلا نه، خورشته خیلی خوشمزه است. چی خیلی؟ شاید مال من همه هم دوستش دارم. خورشته قدیمیه؟ مال کجاست؟ عیونیه. خورش گوش داره توش. تاس جواب که خورش نیست هستن. یه کاری بکن، بگو مال کجاست، جاشو بگو. بابا سه تا خورش بیشتر نداریم. فسنجون و قیمه و بادمجون. خورش فسنجون اصلا چرا فسنجون تو مخم نیومد؟ ام نداریم. آره شما سوالی خیلی خوشحال میشم وقتی میبازی. اونقدر که خود روحیه میگیرم خوشحال میشم از باخت شما. آره از برد خودمون خوشحال میشم از باخت شما. آلو اسفناج رو گفتم. ببین به خاطر پول آدم چقدر بد میشه. خبیث میشه. خیلی بد. دوست عزیزم خانم لطفاً گروه جویندگان طلا رو لطفاً امتیازاشو با هم دیگه چیز کنیم، محاسبه کنیم. یه امتیاز اول گرفتن؟ بله. سه امتیاز، دو امتیاز، دو امتیاز، سه امتیاز. درسته؟ بله 14 امتیاز. 14 سه سه دو میشه 8 10 13 14 درسته. 14 امتیاز. زمانشون 139 ثانیه بوده میشه 4 امتیاز. 17 امتیاز. 18 امتیاز. 18 امتیاز بله.
یه اختارم که دارن میره تا مرحله. بله اختار. اختار تو مرحله اول حذف میشه نمیره. نه خیر ادامه بدم. امتیاز گروه لبخنده یه سه یه سه یه دو یه دو درسته؟ بله. ده امتیاز. بله. زمانشون 123 ثانیه میشه 4 امتیاز در کل 14 امتیاز. 14 امتیاز. 14 امتیاز 18 امتیاز. خیلی لبه لبی. آره لبه لبی. اختارم ندارید. عالیه. خیلی خیلی هر دو گروه واقعا تبریک میگم. آره خیلی خوب. یه کاری باید بکنیم یکی اینا پاش دستش جش بشکنه. آماده بریم بیایم. 1 2 3 بریم بیایم. چرا اینجوری شد که در میاد؟ خوب بودی؟ بد نبودی؟ نه خوب بودی؟ ولی الان از خیلی تیمان بهتر بودی؟ نه یه خور ناراحتم سر این خورشته فسنجون چرا نگفت؟ فسنجون یعنی چی اصلا فسنجون نداره؟ من عاشق فسنجون هم چرا اولین بار یعنی اولین شو بعد میگفتم فسنجون شهرآورد چرا نگفتی آقا؟ نه من اونم زیاد من خوب اجرا نکردم نه من تاییدا رو نگرفتم یعنی اگه مثلا تایید تکذیبا رو میگرفتم فکر میکنم میرسیدم بهش ولی خب نشد دیگه الان اوضاعتون امیدوار کننده است. آره اصلا اختلافو میتونیم با یه برگه میتونیم راحت بگیم. آره ولی از قضا این تیم مقابلتون هم خوب از کار داریم با هم پیش میریم یعنی داریم پیش میریم کاملا درست بود تیم خیلی خوبی دارن بازیشون هم خیلی خوبه. خب آقایون جویندگان طلا چقدر خسته شدیم حسابی خیلی نفسگیر بود بچه‌ها. شما خیلی تمرین کردید. بچه‌ها خیلی خوب بودن. نه ما غریزی اینجوری کرد بابا طاهر اوریان در و به نظر نمی اومد اصلا شما اینقدر آماده و خوب یعنی کرده بودین که ما آدمای داغونی هستیم. خیلی خوب بودین. نه یعنی توقعتون از ما کمتر بود. این دو تا آدم خیلی بونوس خیلی عالی بود. تو والا یه ذره استراحت کن. متشکرم. آقای کریمی دانیال آقا دانیال پویا امینی همتیمیه چطوریه؟ خیلی خوبه خیلی خوبه قشنگ یاره نه میخوام ببینم مثلا به اندازه تو انگار خیلی مسلط نیست من هم چیزی نیست چون بازیگران قطعا هم من خیلی واردتره قطعا ولی میتونست بهتر باشه هر کسی میتونه بهتر باشه ولی آقای امینی اصلا ایراد نداشت الان دوتا ایراد از من بود دوستشی با کی همتیمی بود؟ اصلا فکر نکردم یکی که میتونست بگه دیگه آقا مثلا واقعا شهرآورد و نه من یعنی اجرام باید کامل تر میبود تو خوب اجرا کردی قشنگ معلومه نه من به نظرم ایراد داشتم و اینکه خورشت فسنجون اصلا یه فسنجون بد بازی کرد دیگه مثلا فسنجون هم بد بازی کرد نه دیگه خورش چند تا خورش مگه داره باشه ولی باید تو بفهمی که فسنجونه یا نه فسنجونه نگفتم میدونم و خورشت مورد علاقمه یعنی میدونی یعنی جزو خوشتگی دوست دارم چون که پویا بازی کرد اصلا تو ذهنت کسی نمیومد که ببین ببینی خب همین که خورشت رو تونست من بفهمونه خورش خوب بودی خورش رو که هر کسی میتونه بفهمونه دانیال الان که نیستش که بگو نه من یارم دوست دارم آقای کریم چی میگم حالا خودت باید سرت بخوره به سنگ حالا موفق باشه مرسی همچین شما خدا خود دانیال رو خودم قبول داری که خیلی همتیمی خوبی از کار در نیومد نه یه جوری نیست نه دیگه در صورت جوون با انگیزه است مخلوق خداست ولی نه میگم جوون پر هیجان با انگیزه است خب اینا همه امتیازهای خوبیه بعدش هم خیلی خوبه حالا یه سوال هم اینطوری شد دیگه ایرادی نداری با کی همتیمی بودی خیلی خوشحال بودی نه از اینکه با دانیال هم همتیم شدم اصلا ناراحت نیستم خیلی هم خوبه به نظر من خیلی بچه با انگیزه و پر انرژی و خیلی هم خوب میگیره یعنی سریع میگیره سوال جواب امیدوارم تا آخر این مسابقه هم نظرت همین بمونه. قربونت. ارجنگ امیر فضلی که خیلی فوق‌العاده است و در خدمتش هستیم. ارجنگ جنگ می‌خواستم بگم که محمد نادری متأسفانه به خوبی شما در نیامده و دوستشی با کی هم تیم بود؟ محمد نادری. نه خب این محمد نادری که نتونست که. خب استعفا می‌داره. با کی دوستشتی؟ نه جدی میگم. آره نمیدونم نه جدی میگم الان یعنی راضی از آره آخه کاش به اندازه تو لااقل خوب بود تو پانتومیم خوبه خوبه که چه قنوس رو نتونست بازی کنه دیگه نه بابا قنوس من خوبی بازی کرد تا الان راضی آره دیگه تایی دلت واقعا همینه آره دیگه چی بگم باش هرچ میخواستی به همین نه چی برسی خواستم نه حس کردم آخه تو چهرت هم معلوم بود که یه ذره انگار ناراضی هستی از هم تیمیت ولی حالا داری انکار میکنی باشه هر جور وای که وای وای چه شیطانی نه هر جور که راحتی باشه امیدوارم که با محمد نادری بتونی این مرحله بری موفق باشی بفرم دوستشی با کی میفتدی همتیمیت کی بود حالا خوبم راضیه
نه اونی که واقعا اون که میتونست ققنوس رو بگیری چیز میکنین ها؟ نه من نه بابا آخه یکی که اندازه شما مثلا به این خوبی اندازه بود. من چه اینا برژنگ گفتی نه نه بابا نه بابا نه 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 بابا نه نه من خیلی راضیه راضی خیلی خوبه حالا مونده نقطه قوت ارزن که نقاشیه امیدوارم که بتونه به اندازه شما خوب باشه خوبه 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 بفهم خیلی مخلصی بزنید ستاره 780 ستاره 88 88 مربع تا سقف 200,000 تومان تو هر نوبت میتونید کمک نقدی بکنید در خیریه و کمپین باران باشین خیلی کار باحالیه عید قربان نزدیکه و همان به رسم این عید بزرگ و مهم گوسفند قربانی میکنیم و توی این کار باحال داریم سعی میکنیم که عزیزانی که در مناطق محروم هستن ممکنه در طول سال کمتر گوشت مصرف بکنن این گوشت رو به دست اونا برسونیم و این خیلی کار باحالی من خیلی این کار دوست دارم و بدوین از اونایی هم که میخوان از طریق خود اپلیکیشن 780 اگه ندارید هفتو بفرستید به 2780 لینک اپلیکیشن میاد و اونجا میتونید توی خیریه باران باشیم اونجا یه گوسفند کامل اصلا اهدا بکنید که حداقل قیمتش 600,000 تومان بدوید و در این کار خیلی باحال شرکت کنید عزیزان بیاین سرکار خانم سمان سادات امیر حسینی این طراحی بسیار زیبا رو انجام دادن هدیه دادن خیلی از شما متشکرم سرکار خانم سمان سادات امیر حسینی محبت کردید خیلی قشنگه متشکرم بفرمید و چید بگید خب مرحله دوم شروع میکنیم 18 امتیاز 14 امتیاز یک اخطار دارید اخطار ندارید کلمات دو واژه‌ای سه واژه‌ای چهار واژه‌ای ترکیب معنوس نامعنوس متعارف نامتعارف دو امتیاز چهار امتیاز شش امتیاز چهار امتیازی سه واژه است سه واژه است اون دو واژه است شش امتیازی چهار واژه است شش امتیازی چهار تا واژه است تو 60 ثانیه رو تقسیم بر چهار بکن میشه چهار تا کلمه میشه دیگه مثلا اسب دیوار اینجوری میتونه یه جمله باشه میتونه جمله باشه اما چهار تا است میدونی برای هر کلمه یه دونه ور میدونی چند ثانیه وقت داری 15 ثانیه وقت داری یه دونه شش ور داری اگه باختیم بریم بعد همینجا خدافظی کنیم بریم خونه نه 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 باشه باشه شما شروع کننده این مرحله هستید امتیازتون بیشتر بوده حرف ربط مثل و مثل چرت کلمه به حساب نمیاد مثل چرت و پرت اما هست توش میتونه باشه آها حرف اضافه مثل از و اینا باز کلمه به حساب نمیاد بعد معنی داره همه کلمات یا نه میتونه معنی نداشته باشه یعنی ارتباط آره. معنوس و آره. متعارف داشته باشه میتونه داشته باشه میتونه هم نداشته باشه و آخرین سوال چند بار این اتفاق باید بیفته؟ هر گروه سه بار سه بار پس شما برو که دو بار بازی رو به شما بیفته یه بار ارجنگ امیر فضلی برو بچه کنیم برادر محمد سه واژه چهار امتیاز سه واژه چهار امتیاز بسم الله الرحمن آماده؟ یک دو سه صدا بی صدا سکوت
لال حرف زدن ساکت سکوت بوق زدن بوقه بوق نیست دومی را بازی کن دومی بوق زدن ممنوع بوق زدن ممنوع داره ممنوع از اول کلمه اول بازی کن بابا وقت داریم تو گوش من هنوز داره میاد شد چی وقته تو گوش من موسیقی داره میاد لطفاً بوق نزنید احتیاج به هیچ چیز نداره لطفاً بوق نزنید ترک چیزاشو من چیز کردم کلماتشو کدومه رو این چی؟ چی برمیداری؟ من دو بوی امینه آماده؟ یک دو سه بالاه برج خب برج کنار برج مارپیچ وسطیش سومیش خب مارپیچه رودخونه است خب ماره خب برج کمکم کن برج اولیش چی بود؟ برج دومیش چیه؟ بازی کن دیگه ای بابا دومیش ماره سومیش چیه؟ سومیش ماره دومیش چیه؟ برج زهر مار؟ آه چند تا برج مار دار برج زهر مار خب سلامت خانم زمان ذخیره شده 12 ثانیه برج زهر مار چسان چرا نمیگی؟ این تو گوشت آخه بفرمید بله ضربان آدم میبینی که بالا میره بویا ضربان میره بالا چند امتیاز هستم؟ بویا 4 هست 3 بردادی اینو؟ 4 امتیازی 3 کلمه اینو برداریم چی شد چند امتیازی؟ 2 امتیازی 1 2 3 نفس راحت آفره نفس را یه دسته سب کنیم باست آقا بذار امتیازمون سب بشه کجا؟ زمان ذخیره شده 54 ثانیه آفره چند امتیازی؟ چند کلمه ای؟ 3 واژه‌ای 4 امتیاز 3 واژه 4 امتیاز عصبانی آماده؟ منقبض 1 2 3 خری الاغی سیبیل نداره خوشگل نیستی زشتی بریختی الاغ زشته اخمو عصبانی ناراحت تو یه آدمی فرمانده ای رئیسی کت خدایی آره آره کامل بگه کامل الاغ زشت کت خدا آره واقعا سخت بود آفرین سخت بود آره خوب رفتن برای تحسین زمان ذخیره 28 ثانیه من به کره الاغ کت خدا فکر کردم ولی الاغ زشت کت خدا رو نه 2 ثانیه چی گفتی؟ ها؟ 2 و 4 یعنی 3 واژه اول دوم سوم ها؟ خیلی خوب بود ما در گوش هم حرف بزنیم همه میشیدن تا
چهار بردم. همون چهار بردم. آماده؟ یک، دو، سه. بازی کن، کلمه اول بازی کن، نه بازی کن، کلمه اول بازی کن. داور، داور درسته؟ کلمه دوم. داور دقت کن. آفرین. ارجنگ، این کاری که اول میکردی چی بود؟ کلمه کد گذاشتید کلمه ها رو. وا آره دقت کردنی میشه این دقت کردن. ولی اینجوری میگن یعنی خیلی ریز دقت تو چیزای ریز بکنی. مثلا چند تا معنی داره، خیلی معنی داره. که این چیکار نه خیلی معنی داره، یه معنی نداره. امتیازم افتاد. زمان ذخیره 27 ثانیه. چقدر؟ 27 ثانیه. چون این خوشی 27 ثانیه بیشتر بودا. خانم داغ دقت کن. چی؟ نه ترکش. بفرمید. چهار امتیازی سه واژه‌ای. نه مهم نیست، ما اونجا اونم امکان برای ما وجود داره. بریم. آماده؟ یک، دو، سه. گاو، شاخ، شاخ خونه چیکوندن. آره بوده اینه کلامه رو باید بگه. شاخ خونه چیکوندن. بشکن شاخ خونه، بشکن. شکست شاخه خونه. شکست شکسته شکسته شکستی شاخه خونه. بول شاخه خونه بابا قبول کن اینو گرام بابا. خیلی شکستن. آها گفتن شکستن. آها گفت آقا گفت که شاخه خونه شکوندن با شاخه خونه شکستن. لب و ایو و او و همه چی با هم. و گفت اختار اختار تقاضا ویدیو چک دارم گفت آقا. نه 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 اختار کدوم ها؟ برای چی اختار؟ آقا من تقاضای آنجیو کت دارم. گروه جویندگان طلایه دو امتیاز گرفتی، چهار امتیاز، شیش امتیاز با 18 امتیازش میشه 24 امتیاز. بله. یه 54 ثانیه، یه 27 ثانیه میشه 81 ثانیه که دو امتیاز، دو امتیاز میگیریم میشه 26 امتیاز. تشویقشون کنین. 26 امتیاز شما بیشتر. آفرین به گوره لبخنده، همه مراحلش رو تونست امتیازش رو بگیره. یه دو امتیاز، یه چهار امتیاز، یه چهار امتیاز، یعنی در مجموع 10 امتیاز. 14 تا هم داشتین 26 امتیاز. یه 12 ثانیه، یه 28 ثانیه، یه 37 ثانیه، در مجموع اینم 2 امتیاز. بله دو امتیاز میگیره. شما هم 26 امتیاز، شما هم 26 امتیاز. خیلی تنگو تنگو خیلی خیلی ما هم دوست داریم که خیلی تنگو تنگو. همه چیز در مرحله بعد که ضرب المثل و نقاشی کردن طراحی کردن معلوم میشه. آماده؟ یک، دو، سه. لیلیا دانیال بابا شما خیلی خوب بودین. آره این دفعه سعی کردیم جبران کنیم، همه رو گفتیم. فقط این تیکه آخر که این سر تنه اصلا ریختم به همه فکرم درست گفتم دیو بد میکنی مغزت یا همه شکوندن رو شکستن. آره یعنی ببین 60 ثانیه گرفته بود. اصلا نه اصلا این آقایونه رفتیم توی وقت اضافه و برابر. دمتون گرم. خیلی خوب. گروهی که انتظارش رو نداشتین که داره به این خوبی. کی میگه انتظار نداشتیم؟ ما انتظار داشتیم. لطفاً بوق نزنید. قرایزتون نباشه. اون خیلی بد. بوق نزنیده تقصیر من بود. قوقنوسم تقصیر من بود. گروه لبخندم خودشو پیدا کرد واقعاً. آره نه جون گرفت. در این مرحله نشون دادن که آفرین.
من نگران شده بودم سکته بکنه، دیدی مثلا اینجوری که اینجوری میشد و منقبض و میبینه که باید طرف بگه، وقتی نمیگه یه حالش خراب میشه. میگه خب به این خوبی داری میگه، خب بگو دیگه تمامش کن. پس همین بشکستن من چی شد؟ من یهو گفتم که خب درست گفتم دیگه، بعد گفتم که نه بعد تغییر بدی، من دیگه مغزم پاک شده بود. حالا دور آره اصلا واقعا ریختم من. در نقاشی ایشون خدا رو شکر نقاشی، بله ایشون خب در خیلی نقاشی خوبه. نه اینم نقاشیش خوبه. به نقاشی یه ذره هست که نقاشیش خوب باشه. اما خیلی عمدش به اینه که تو ضرب المثل‌ها رو شنیده باشی. یه موقعی اصلا ضرب المثل رو نشنیدی. یه جور دیگه ضرب المثل این من والا نم میگم هممون سر کار یه من بدی حالا یه دو سه ضرب المثل بگیم ببینیم مشت سوراخ نمیرم جارو بدم بشم اینا که آسونه اینا بیاد که خوبه شما بفرم یک گوشش در یک گوشش در رو آره مشت سوراخ نمیرم جارو بدم شما بفرم یک گوشش در یک گوشش در حالا بریم ببینیم چی ببینیم چی بردن دیگه بفرم مرسی بفرم ببینم که نقاشی کدومتون بهتره حالا در یه حدی بکنم زیاد نقاشی زیاد مهم نیستش، باید مفهوم رو برسونیم، مفهوم رسونیمون به اندازه همه. حالا مفهوم رسوندن با ماژیک کدومتون بهتره؟ فکر کنم شما بهتر حدس میزه ایشون اصلا کلا حدسش بله چون کسبتند و هم چهار تا ویران بیشتر پاره کردن هم چهار تا کتاب بیشتر خوندن قطعا هم چهار تا ماژیک الان هیچ کدومش حدس نمیزنیم وقت ضایع میشه نه آقا قطعا همین جوریه واقعا همینه ضرب المثل کدومتون بهتره بازم آقای امینی بله آقای امینی واقعا ضرب المثل بهتره الان آقای امینی چند تا ضرب المثل که به ذهنت میاد بفرمایید مثلا دوستی خالق ارسه خب هر که بامش پیش برفش پیش دوز حاضر بوز حاضر اینو من نمیفهمم بعد آره یعنی هم بوز آماده است هم دوز آماده ببره برش الان فهمیده تحلیلش هم میدونه پویا امینی بگو ببینم ممکنه کارتون به جیب طلایی و سی امتیازی اینو برسه ریسکشو میکنین الان خیلی زود راجع بشه نه حالا منظور این که پیش بیاد امتیازا برابره ما یه برگ برنده ای که داریم اینه که دوم باید بریم انتخاب کنیم برای همین حالا راجعش تو مسابقه باید هست و حواستون شه که اون دوتا نقاشیشون خوبه یا میشه گفت آقای امیرفضلی اصلا نقاشه ببین هر دوتاشون باهوشن و مسلما روی ضرب المثل خیلی مسلطن بله میگم باید به شرایط مسابقه بستگی داره دیگه بعد بریم تو دل بازی ببینیم چی در میاد ببینیم کدومتون با لبخند میایین بیرون با لبخند باقی ما چه ببریم چه ببازیم با لبخند میایین بیرون ببینیم کدومتون برنده میایین بیرون ما چه ببریم چه ببازیم برنده میایین ما برنده میایین بیرون خیلی خوب بفرمایید اپلیکیشن قشنگ خندوانه بتونید برای خودتون دانلود بکنین استفاده بکنین خیلی باحاله کاملا هم رایگانه و از این طریق میتونیم ثبت نام بکنین برای حضور در خندوانه از این طریق میتونید توی مسابقه ادابازی شرکت بکنین سوالا رو جواب بدین امتیاز جمع بکنین ان شاء الله که رسیدین فینال اونجا جایزه باحال میگیرین اپلیکیشن خندوانه رو نصب ببین خیلی عمالی برای مسابقه یه دارت من دارت ها رو اینجوری میذاشتم تو دستم بعد قبلش که دست میزدیم چند بار اینجور شد خب مرحله آخر مسابقه امشب هر گروه 26 امتیاز کسب کرده بسیار هیجان انگیزه خب 3 امتیاز 5 امتیاز 7 امتیاز فقط ضرب المثل تو پاکت ها امتیاز 7 سختنیه تا 3 باید به طب امتیاز بیشتر سخت‌تر. جیب طلایی 3 امتیازی داریم. بعد شروع با دوستان دیگه. شروع نه. دست پیش اینا بردن دیگه مرحله. آره درسته. درسته. چرا الان که مساویم که؟ نه. دست قبل شما امتیاز بیشتر گرفتین دیگه. درسته. به این دقت بکنید که ما در دوره قبلی که مسابقه رو برگزار می‌کردیم
جیب طلایی 30 امتیاز که خیلی هم قطعاً ضرب المثل سختی توشه، اول بازی هر گروه میتونست در شروع این بخشش میتونست بگه اینو میخوام که اگرم میباخت حذف میشد. الانم وقتی وردارید نگید حذف شدید، ولی تو هر سه مرحله تون میتونید انتخابتون 30 امتیازی باشه. حله؟ به درد بخوره، چون یهو ممکنه آخر سر امتیازتون خیلی کم باشه و ببینید با 7 امتیازی هم مثلا نمیتونید برید سراغ 30 امتیازی. خیلی هیجان انگیزه. گروه محترم لبخنده، آها 1.5 دقیقه هم وقت دارید در اینجا. خب زیاده. مناسبه. من میتونم. بریم. مطمئنی؟ هرچی تو بگی یا؟ باز بگو. هر جور راحتی. چند امتیازی؟ بین 3 و 5 موندیم. سه برداشت. سه امتیازی برداشت. کاغذتون هم میتونه دستتون باشه که بهش رجوع کنید. آماده؟ 1، 2، 3. کفگیرش به تای دیگ خورده. بابا تو دیگه چی؟ آفره آفره آفره. این ضرب المثل خوبه. باری شنگه آبا کفگیر به تایی شنگه. آفرین، سه امتیاز. زمان ذخیره 84 ثانیه. ماشاءالله. 6 ثانیه. صبر کن بابا، بذاری من بیام ببینم چی بوده. من باز نکردم، وایس دادم منتظر صاحبش. از کجا برداشت؟ 5. از 3 برداشت. کلک. آماده؟ بریم. 1، 2، 3. دومیه چیه؟ کوهه؟ دامنه کوهه؟ صخره؟ حالا برو بقیه، برو بقیه. اولی فکره؟ مغز؟ فکر؟ عقل؟ عقلش باره سنگ برمی داره؟ عزیز بفرمایید. پنج امتیاز. خانم زمان ذخیره 40 ثانیه. آفرین. شدیم 6 امتیاز. خیلی عذر میخوام، مجبورم بهتون اختار دوم رو بدم. چرا؟ بدنتون نباید هیچ کاری بکنه غیر از آره یا نه. چه کار کرد الان؟ یه اینجوری کرد. این؟ آره دیگه. کوهو برگشت کن این. 1 امتیاز منفی. رامان جانوش امتیازها رو مرحله به مرحله به ما بگین که ما تو انتخاب. بله عزیزم، شما یه 3 امتیاز گرفتید، یه 84 ثانیه که در مجموع میشه از 6 ثانیه دیگه بگیرید میشه 90 ثانیه. 2 امتیاز الان دارین از ثانیتون، 3 امتیاز هم از خود اجرا گرفتید. 5 ثانیه، 5 امتیاز. مساوی هم هستین. 5 امتیاز الان دوستان گرفتن، 1 امتیاز از ثانیهشون گرفتن، 1 امتیاز منفی اون هیچی. 5 امتیاز. اون یه امتیاز اگر کم نمی کردید از ما الان یه امتیاز بالاتر بودی. من خواهد دلیل آت های هزار. آره اصلا ما چند امتیازی؟ 5. استاد ضرب المثل ایران. آره من چند امتیازی برداشت؟ 5. آماده؟ یا خدا. سه. 1، 2، 3. آتیشه. دسته.
آتیشه، آتیش گرفت دستش از پول، پول زیاد، پول سوخته. پولشو آتیش زد، پولشو آتیش زد، آتیش زد پولشو، آتیششو چی؟ آتیش زد مالش. چرا نمیگی زودتر آخه خب. آتیش زد به مالش، آتیش زده به مالش، یه عمل اضافه انجام دادید این. نه منظورم اینه که اونو فرمون بذار کنار دیگه، پانتولیزه ندارید قرار شد بس. فقط بگید بله خیر، یک امتیاز منفی من تو باید بری؟ اختار داده بودم پنج بردارم، پنج امتیاز. زمان ذخیره 29 ثانیه. آفرین. و بریم. بسم الله النور، بسم الله النور. خیلی زود نبات میرسیدی، خیلی ساده بعد این آتش میبازیم دیگه. بعد شجاع دل مجزم ببینم آماده؟ یک، دو، سه. یه رو در راست نداره، روده است اون روده است. خب روده مار خورده افتی شده، روده روده کوچیکش روده بزرگش خورده، روده روده بزرگه روده کچکه رو خورده. روده بزرگه روده کچکه رو خورده. گفتم زودتر نمی گفتی خورده. چرا گفتم روده بزرگه روده کچکه رو خورده؟ گفتی روده کچکه روده بزرگه رو خورده، روده بزرگه روده کچکه رو خورده. الان درست شد. نه مجرم گفتم. زمان ذخیره. زمان ذخیره 33 ثانیه. سه ثانیه. 36 ثانیه هست. بفرم آخرین مرحله این بخش آماده؟ کدوم؟ بین این دوتا موندم دیگه. او اینو من میخوام. آماده؟ یک، دو، سه. فیله خورتومشه، اون خورتوم فیله، فیله پروفسوره، هندیه، فیل متفکر هندی. فیل فکر میکنه پروفسوره، فیل فکر میکنه هندیه، فیل فکر میکنه مال هنده. فیل دومی رو برو، دومی چیه؟ فکره، فکردنه، اندیشه کردن، فکردنه. فیل فکر میکنه هندی، فیل تصورش
فیلم معتقد هندیه. فیل فکر میکنه هندی میتونه باشه. فیل هندی. فیل سر هندی. وای به این ساده فیلش یاد هندوستون کرد. فیلش یاد هندوستون کرده مگه میشه؟ فیلش فکر کرده هندیه؟ نه فیلش متفکر هندیه؟ از بس روز سختا این فکر میکرد. ببین خوبه خوبه خوبه. نه ببین از بس رو سخت ها فکر کرده. آره یاد دم دستی یه بود میره تموم شد به جز یاد. نه نه اصلا نمیرفتی سمتش. یعنی اصلا شما یه امتیاز بالاترین و... فقط اجرا کنیم. فقط اجرا کنیم بردیم دیگه. تبریک میگم. نمیکشیدی که اشتباهش فکر میکردم که چی میتونه باشه. برای اون برای امتیازمون به درد میخوره. به بازی من اگر جواب ندید باختین. اوه نه. نه اشتباه. هفت رو بردیم. بذار امتحان کنیم یه خود خود. باشه. چون به بازی من که بردیم. از جا رو. میخوایی داشته باشید کاغذ رو؟ نه. آها این اونو بازه. حالا خیلی هم چیزی حالا بریم آماده یک دو سه چیکار میکنی؟ وسطیه چیه؟ با زبانش ما رو از سوراخ بیرون بیاره؟ با زبونه؟ چیه؟ با زبون؟ او آدمه؟ با زبون درسته؟ با زبون درسته؟ ما رو از تو سوراخ بیرون میاره؟ با زبونه؟ با زبون شکمش؟ با زبون به شکمش اشاره میکنه؟ با زبونه؟ با زبون خوش؟ خوش با زبون خوش ما رو از سوراخ بیرون میکشه یا بیرون آره میاره؟ آره به شکم بود چرا؟ چیه؟ اون چی بود که شدید؟ گفتم شاید از کلمه‌هاش بفهمه. خوش اومدم گل بکشم دم نمیشه. خورشید دیدم. گفتم شاید یه چیزا بگیدم تو شکم کشیدم. به خود این واگذار بکردی میگفت. شکم گذاشتم نگفتی که. نرفتم رو شکم اشاره به شکم بود. تاکید های بی خودی کردی. نظر بگه یه زر مثل دیگه ایه. بعد رو سرش انگار خاکره ریخته بودن. من فهمم چیه. خیلی ممنونم. ساده بود هفته امتیاز. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. مسابقه و رقابت بسیار تنگاتنگ بود. با چند امتیاز؟ 36 امتیاز و 37 امتیاز. وای، تشویق داره واقعا. نه واقعا جا داره تشویق. 36 امتیاز اون متعلق به شما. او چقدر زیاد چه در معلومه. خیلی هرس داره با یه امتیاز. آره با من جای شما بودم میزدم گروه مقابل با لگد میزدم تو دهنش. یه چیزی بیاری بزنیمش همراهتون. چه عجیب نه دیوان هست میخوام. ما همیشه بازنده های محترم گروهمون رو با گل و دست گل ازشون خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم. خودشون گلن. تو به
تو به کار در خندوان ادامه بده مثل بچه آدم، شما به همسایگی با ما ادامه بده حتما مثل بچه آدم، شما دوتا خیلی دمتون گرم، خیلی خوب بودین، دمتون گرم، خیلی خوشحالم که رقیب قدیری بودین. من که گفتم عزیزم قربونت دیگرت عزیزم، واقعا یه فینال بود، مرسی از همه، همه جای تکرم درد میکنه. آره چه استرابی داره. خیلی ممنون. نکته دارین بگین راجع به بازی حسالتون و و و با راجع به حسالمون که با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستداران خندوانه، من که کوچکتر از اینم که پیام داشته باشم، عرض به خدمتت ندی واقعا اوایلش خیلی چیز نبودم، این اوایلش ما دقیق نداره باختیم هم باختیم، ولی این دوتا آخری ها رو دیگه واقعا دل تو دلم نبود. مثلا پویا نشسته بود این آخری رو میگفتم نگه نگه نگه، اینجوری بودم، بعد دیدم به این سادگی نمیتونه، زمان دیدی چقدر دیر میگذشت، میزدم خودم رو ما ببازیم اینو بگو داره میزنه خودش. آره عجیب بود فیلش یاد این سو کرده رو. آره نه اگر یادو نمیکشید شاید راحت‌تر میگفت، مثل بوغ زدن دیگه، لطفاً بوغ نزنیم به هر کی بگیم این نفهم. همه میگفتن تو استودیو لطفا بوق نزنید. بگو خودت چی میگی با اون ققنوس پرنده خاک پاشو پاکستان. تو بگو. من فکر میکردم خیلی راحت، واقعا فکر میکردم که راحت تر میتونیم ببریم، اما خیلی چغره بد بدن بودن. به خدا جا داره به ما بگین که خسته نباشید دلاور، خدا قوت و علمان. خیلی حریف قدری رو زدیم زمین بخ، چقدرم خوب واسه میشه که امتیازا شما ببرین برای مرحله بعدی. بله بله بله. مرسی که تو این زمینه هم کمکمون کردید. آره هر گروهی که بله هر گروهی که میبازه امتیازش میده به برنده، برنده با خودش اینا رو میبره مرحله بعد و اینا کاربرد داره. نه چا چقدر شد؟ 26 تا امتیاز. 36 امتیاز. چقدر میشه 36 تا؟ من بعدش اینجوری نمیشه دست کاری. نه اگه اون جایزه بزرگ رو ببری بعد مثلا 3600 بعد بدی. یادش بردیم 26 تا شو حساب کن. 36 تا. 36 همین الان دبه کرده داده 37-36 ایم دیگه. آره 36 خب شما بفرمید. آخ خیلی خوب بود. من هم اول اینکه این بازی رو من فکر کنم خیلی از خانواده ها راحت میتونن تو خونه انجام بدن. کاملا. شاید این یه بهونه‌ای باشه که برای اونام جذابتر باشه، بعد حالا ماها رو میبینن توی همچین فضایی شاید براشون جذابتر هم باشه. تایجان خیلی خوبی داشت، ایشالله که موفق باشین بچه ها رو تو فینال ببینیم. البته من در راستای جمله شما یک جمله بگم و نقطه تای خط بگذارم. اگر ما بردیم این بردمون رو مدیون شما هستیم که یک امتیاز اولش به ما دادیم و یعنی الان مدیون دانیالی با اون بد خوندنش. من بد خوند به ما امتیاز دادن. راست میگه اون یک امتیاز چقدر تنگه تو گفتم چقدر تنگ کننده هست. تمام مدتم نشستن اونو گوش دادن. امتیاز هم گرفتن. من یه صحبت به مردم داخل خونه بکنم. ماها خنگ نیستیم اگر یه لحظه چیزی رو حدسه میزنیم. آره این موسیقی واقعا وحشتناک توی گوش اون موسیقی رو پخش کن بشنون که تمام مدت توی گوش این بچه ها چی داره پخش میشه و ولوم تلویزیونتون رو بذارین آخر که بفهمید صدای چقدر تو گوش نابود زیاد چون بلند هم هست که نشنون صدای محیطون بلند بلند ولوم ها بذار بالا تمام مدت اینه بعد یه نفر شده خیلی عمالی دانیال بگو. آقا من خیلی کوچیکترم که تو این جمع بخوام مثلا حرفی بزنم. چرا عزیزم آواز خوندی حرف بزنی؟ اونجا مجبور بودم ولی خیلی سخت و هیجان انگیز. یعنی من خودم میدونستم که تیم خیلی سختی و دیگه شما هستی و شما دیگه من چی بگم، ولی استرس بالا، خیلی استرس داشتم. یعنی اگه استرسم کمتر بود شاید بهتر میتونستم اجرا کنم، ولی استرسم خیلی بالا بود. ولی خیلی هم بهتون تبریک میگم، اینکه دیگه ببخشید اگه حرفی دادی خواهش دادم معذرت میخوام، مثلا میگی بزرگوار ببخشید. به احترام مردم عزیز ایران بلند میشی. یک جمله خوشگل، دعا، آرزو، هر چی که
دعا مثل همیشه، امیدوارم همیشه تو زندگیتون آرامش باشه و اینو به دیگران هم هدیه کنید. الهی آمین. الهی آمین. حال دلتون همیشه خوب باشه، دمتون گرم و سرتون خوش باد. الهی آمین. ایشالله تندرست و سلامت باشین، جیباتون پرپول، تنتون سلامت. الهی آمین. منم دیگه سلامتی واسه همه و شادی و نشاط ایشالله. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی قشنگی. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنین. خیلی. منم در ادامه آرزوها و دعای قشنگ رفقام ادامه میدم که آرزو میکنم، دعا میکنم از صمیم قلب که مثل هر شب که در کنار خانوادتون باشین، راضی باشین، پر روزی باشین، عاقبت به خیر باشین و سلامت. و دعا میکنیم ایشالله همه مریضا، ای همه مریضا، ایشالله هر چی زودتر از بستر بیماری بلند شیم. مخلصیم رو به اونجا. یک دو سه شاد باشیم. تشریف بیاریم. به به جویندگان طلا، جویندگان آقا، مبارکه مبارکه. یه و دوستان لبخنده که با یک امتیاز از دست دادن. چیزی از ارزش‌های ما کم نمیشه. آره بابا. اون که صد درصد عجب رقابت تنگاتنگ. خیلی نفسگیر نفسم راهش رو گم کرده تو سینه. تو یکی دو مورد داره اینجوری شده. فکر نکنم هیچ کی با این اختلاف باخته باشه. توی تو اصلا تمرکز تو از دست داده بودی، درسته؟ هندوستان، هندوستان دیگه چی میشه؟ ما یه کدی داشتیم که اگر قرار باشه مثلا یه فیله ادامه داشته باشه، مثلا فیلش باشه، یه اشاره‌ای بعد می‌کردیم. می‌دونی من رو فیل تمرکز کردم. رو فیلم بعد نفهمیدم که مثلا این کلمه بعدی شنیده بودی این ضرب المثل رو؟ چون با فیل و هندوستان فقط همین ضرب المثل در دنیا وجود داره دیگه. همون نه اصلا اون خیلی یه ذهنت به هم با اون صدایی که تو گوش آدم میاد اصلا یاد هیچ چی دیگه نمیتونه بیفته. بله چه دستگلای قشنگی هم گرفتین و خیلی هم خوشبوه. ممنونم ازشون که آره. این دستگل رو دادن. من خب خوشحال شدم. مدالا رو با خون دل بده به آقای نادری جوینده طلا. آره آره بابا اینم آخرین مدال و خداحافظ. خداحافظ برای همیشه. خداحافظ جویندگان طلا. طلا رو پیدا کردین. واقعا شانسی بردین آقایون، قبول دارید که نه دیگه با یه امتیاز. نه دیگه خب اونا خوب بودن ما هم خوب بودیم. اینجوری نبود که مثلا همه گروه خراب بکنن. رمباد جوان هم اضافه شد. بله بله, بله. صحبت کنید با برنده. خیلی مسابقه عجیب و درجه یکی بود. هر دو تا گروه تمام تلاششون کردن. هر دو تا گروه هم به شکل عجیبی جاهای گاف دادن و امتیاز نگرفتن. خیلی عجیب، یعنی جاهایی که اینجوری میکرد مگه میشه همچین چیزی. ولی خب همینه دیگه، مسابقه است. آقا مثلا نشده زیدان هم پنالتیش زده تو مارادونا. همین پیش میاد. برین برای مراحل بعدی آماده شید. بفرمایید به بیرونمون. بله نه برید دیگه آماده شید دیگه. بفرمایید تشریف ببرید. اصلا نباشید. مبارک آقا شد. خدا حافظ شد. چیه که میره جلو بازمونه خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه، میبنه از هوش خندت کوش خندوانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندوانه، به کلی آدم زحمت کشیدن و خندوانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیتم در وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقو میکوبه، بگو تو هم یه بار دیگه. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقو میکوبه میکوبه میکوبه. اون چیه که میره جلو بازمونه خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه که نسیم کوش خندوانه، چیه که میره جلو بازمونه خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه.